از دیروز خبری در فضای مجازی مبنی بر خودکشی یک نوجوان 11 ساله از شهرستان دیر، آن هم به دلیل نداشتن تلفن همراه و فعال نبودن در کلاس‌های درس آنلاین منتشر شد. دانش آموز تو فضای آموزشی به صورت مجازی فعالیت می‌کرده، فضای شاد حضور داشته، تمامی مدارک و مستنداتش موجود هست، وایس‌های دانش آموز موجود هست و ارتباطی که با معلمش داشته موجود هست. همه اینها نشون میده که در واقع دانش آموز به خاطر گوشی نبوده. البته دانش آموز از یک خانواده کم بضاعت و بی بضاعتی بوده و مشکلاتی تو زمینه مسائل مالی و مادی داشتن. مسئولان آموزش و پرورش در همان دقایق اولیه خبر را تکذیب کردند. اینو ما اکیداً تکذیب میکنیم به خاطر اینکه تا روز حادثه، دقیقاً تا چند ساعت قبل از حادثه‌ای که اتفاق افتاده بوده، دانش آموز تو فضای آموزشی به صورت مجازی فعالیت می‌کرده، فضای شاد حضور داشته. این طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند، آن دانش آموز مانند دیگر همکلاسی‌های خود روند آموزش را با تلفن همراهی که مدیر مدرسه اهدا کرده بود در سامانه شاد به صورت فعال پیگیری می‌کرده. مدیر مدرسه شخصی تلفنی داشته بهش داده، احتمالاً پروردی نبوده، نی امسال هم بهش نداده، الان 5-6 ماه بهش داده، 6-7 ماه، این از زمانی که کلاس قبلی بوده. حتی آخرین ساعت آنلاینش هم گذاشتیم کی بوده. این چکلیست هفتگیه حضور دانش آموز رو توی این برنامه شاد نشون میده، تیک تایید خورده دانش آموز. اینجا تصویریه که در واقع بین خود دانش آموز و خانم معلمشون رد و بدل شده. علت خودکشی و یا قتل این نوجوان در دست بررسی است. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.